رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم. آقای دکتر با تشکر از برنامه های بسیار آموزنده شما. راستید. آقای دکتر راجع به ازدواج دخترم میخواستم سوال کنم. با یه آقای 45 ساله حدود یک ماه و نیمه که رفت آمد میکنن. چند سالشونه دخترتون؟ بله. دخترتون چند سالشونه؟ حدود 31. بله. بعد ایشون در سن 38 سالگی اولین ازدواجشونو کردن. بعد 5 سال در اون ازدواج بودن. بعد 5 سال به گفته خودشون خانومشون به اصطلاح باشون نساخته با جدا شده. فرزندی هم دارن؟ نه خیر. بعد حالا سوال کلی من اینه که به طور کلی مدتی که من به برنامه شما گوش دادم به این موضوع بر نخورده بودم تا حالا. بعد الان این مسئله که برای خودم پیش اومده گفتم شاید مفید باشه به طور کلی. می‌خواستم ببینم آیا همه صحبت‌هایی که این آقا می‌کنه با دخترم البته در بس باید پذیرفت، یا اینکه مثلا با خانم قبلیش مثلا آدم در میون بذاره که نه اصل برنامه چی بوده، یا اینکه نه اصلا لزومی نداره که آدم بپرسه. ببینید من فکر می‌کنم که صرف نظر از شناختی که من و شما به عنوان دو نفری که با هم میریم بیرون باید داشته باشیم، از اینکه چه حالی داریم، چه شرایطی داریم، چه وضعیتی داریم، چگونه صحبت میکنیم، چگونه میاندیشیم، چگونه عمل میکنیم، از غذا خوردنمون، حرف زدنمون، موسیقیمون، دوستانمون، همه اینا، به نظر من گرفتن یه مقدار اطلاعات از اطرافیان، شناختن فامیل و خانواده لازم هست، و مخصوصا اگر ازدواجی بوده بسیاری از اوقات گرفتن یه سری اطلاعات از خود فرد اگر به نظر با شخصیتش، با شرایطش، با موضوع هماهنگ میرسه تا حدودی پذیرفتنش، و اگر واقعا اون آدم مخصوصا مخالفتی نداشته باشه به گونه‌ای نمیخوام حالا بگم مستقیم ولی غیر مستقیم یا عزیزان و اطرافیان یه پرسشجویی کردن به نظر من بلامانی. علتش هم این است که کار ازدواج مخصوصا وقتی که سوالاتی رو برمی‌انگیزه و یا احتمالاً برای خود فرد ازدواج اهمیت داره نمیتونه اینقدر سرسری انسان ازش بگذره. در نتیجه در حدی که تحقیق است و گرفتن اطلاع به نظر من اشکالی نداره. باید بدونیم که بیشتر مردم وقتی ازشون میپرسید و نظر میخواید خیلی واقع بینانه نمیگن، ولی مجموعه اونها به شما یه ایده‌ای میده و مخصوصا اگر سراغ همسر سابقه فردی برید یه حرفایی میزنه که احتمالاً با واقعیت‌ها نمیخونه ولی به شما یه علائمی رو نشون میده. فرض بفرمایید اگر برگشت گفت که این آدم مثلا مشکلات فیزیکی داشت و ما دو تا پرونده در اداره پلیس داریم، میشه واقعا موضوع رو چک کرد. اگر برگشت گفت که این یه ازدواج قبلی داشته ولی به من نگفت، الانم به شما نمیگه، خب میشه رفت موضوع رو چک کرد. اگر برگشت گفت که این آدم یکی از مشخصات و ویژگیاش این است که مشروب میخوره یا مواد مخدر مصرف میکنه، انسان میتونه اینا رو چک بکنه، یا چیزای از این قبیل، یا اصلا فرض بفرمایید مشکلات جدی جنسی داشته. یعنی بسیاری از اوقات این اطلاعاتو نه به عنوان این که درسته، بلکه به عنوان این که به من و شما یه هشداری میده که در این زمینه ها توجه و دقت بیشتری بکنیم. اینی که من فکر میکنم افراد باید این کارو بکنن. به همین جهت است که بنده درست توصیه‌ام برعکسه. یعنی عرض من این است که وقتی یک کسی با یک کسی آشنا میشه از اول تا آخر رو راست بگه و از اول تا آخر خودش رو مثلا در این مورد جای همسر سابقش بگذاره و بگه اگر از او بپرسید این 17 تا موضوع رو خواهد گفت و این 4 تا داستان رو به این صورت در میاره، و شما حتی به خودتون اجازه و فرصت بدید که حتی او از شما خواهش می‌کنه که حتما دو تا اینا رو چک کنید. یعنی به نظر من درست مانند این که آدم ها میرن آزمایش خون میدن و حتی آزمایش های دیگه ای رو از همدیگه انتظار دارن، من معتقدم از همدیگه نباید انتظار داشت. خود فرد باید داوطلبانه این کار رو بکنه. فرض بفرمایید که اگر یه مردی یا یه زنی براشون مهم بچه داشتن، چرا یه خانم واقعا چک نکنه که مطمئن بشه از نظر تولید مثل مشکلی نداره، و اگر واقعا براشون مهمه که برای بیشتر ازدواج مهمه، چرا یه آقا خودش داوطلبانه نره وضعیت جنسی خودش رو و اسپرمش رو چک کنه و گزارشش رو در اختیار همسرش بذاره و به اون نشون بده، برای اینکه خاطر خودشون هر دوتا رو آسوده کنه. چرا آدم ها با شک و تردید زندگی کنن؟ چرا یه مرد یا زن فرقی نمی کنه، ولی بیشتر در جامعه ما مردها
دقیقا نگه که وضعیت مالیش چیه، ای پیچکشه این پیچکشه که نشون میده، اگر درآمدشه اینجا پول دارم اونجا پول دارم، این اینجوری کردم اونجوری کردم. اصلا به نظر من مفهوم دوستی و عشق نیست یک کسی به یک کسی بگه ظرف 3 سال و 5 سال و 7 سال آینده برنامه مثلا اقتصادی و مالی من چیه، و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه همه اطلاعات مالی رو جزئیاتش رو و دیتیلش رو بگه که حتی به شما کمک میکنه بفهمید چند روزه به پس انداز، چند روزه به سرمایه گذاری، اصلا چه نوع زندگی رو میخواد، آیا کارشو میخواد عوض کنه، جاشو میخواد عوض کنه، آیا میخواد یه مقدار بیشتر سفر بره، آیا دلش میخواد یه جای دیگه دنیا زندگی کنه یا نه، یا میخواد همچنان با برادر و خواهرش همچنان باشه، آیا دلش میخواد شرکتی رو که با اونا داره به هم بزنه، یا دلش میخواد با خانواده شما شریک و سهیم بشه. من اصلا تعجب میکنم چطور ممکنه دو تا آدم بخوان با هم ازدواج کنن و همچنان بخوان با پنهانکاری و دروغ و تظاهر و یا وانمود کردن اینکه همه چیز درسته و هیچ چیزم مهم نیست عمل کنن. اتفاقا درست برعکس، همونطور که من به دوستان پیشنهاد میکنم که روزی که با کسی نزدیک شدید به جای اینکه بگید چند سالتونه دقیقاً تاریخ تولدتون رو بگید و یه جوری هم این رو مشخص کنید که او یادش بمونه که شما چه گفتید، بذارید او بره حساب بکنه که شما چند سالتونه تا شما بگید من چند سالمه، که تکلیف کار در این گونه موارد روشن باشه. نه به خاطر اینکه بعداً من بگید من به تو حقیقت رو گفتم، نه، به خاطر اینکه فقط باید حقیقت رو گفت و باید هر چیزی رو که خانواده یا خود فرد نسبت بهش حساسیت دارن توضیح داد. یعنی در این باره من معتقدم خود افراد باید داوطلبانه در اون مواردی که پرچم‌های قرمز کمی اینجا اونجا بالا رفته توضیح بدن، ولی اگر خودشون به هر دلیل این کار رو نمی کنن، من وظیفه خانواده ها می دونم که در حدی محترمانه مدبرانه این کار رو پیش ببرن که اطلاعات لازم مهمی رو که ممکنه مسائل و مشکلاتی رو بعداً به وجود بیاره یا اگر با دانستنش روابط اونها رو به راه دیگه ای میاندازه رو تعقیب کنن. ما نمیتونیم سرمون رو بندازیم پایین، چشمون رو ببندیم و بگیم انشاءالله همه چیز درسته و همه چیز خوبه. این ماجرا عمیق‌تر و جدی‌تر از اون هست که انسان بتونه خودش و دیگری رو فریب بده. علاوه اگر یه چیزی ذهن و نظر شما رو به خودش متوجه کرده، باید اون رو مطرح کرد، دخترتون یا پسرتون هم مطرح کنن، انتظار جواب قانع کننده روشن کامل تمام و کمال رو هم داشته باشن که پرونده ها بسته بشه و انسان با خاطری آسوده پیش بره. حداقل هم بدونه مسائل و مشکلات قبلی این بوده، گرفتاری های قبلی این بوده، احتمالاً هم میتونه بعدی چنین باشه. ولی من ابداً با پنهان کردن و وانمود کردن اینکه همه چیز خوبه یا گفتن اینکه who is perfect یا اینکه کی هست که مسئله و مشکلی نداشته باشه یا حرفای از این قبیل یا مردم که راستش رو گفتن یا حرف از این که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، یعنی ضرب المثل و ضرب الاصلا و یه مقدار حرفایی که مال دنیای امروز و قواعد و قوانین دنیای امروز اصلا موافق نیستم. سریع بی پرده مشخص معین انسان سوالو میکنه و از این طریقی که آدما به هم نزدیک میشن و با آرامش و امنیت کامل میتونن به هم دل ببندن و نگران مسائلم نباشم. این است که به نظر من هر نوع گفتگو و تحقیق در این باره ولی با رعایت اصول اخلاقی هیچ اشکالی نداره. اگر امری دارید چون پیام ها اومده من در خدمتتون هستم، اگر نه ازتون خدافظی کنم. بنابراین هر کاری که فکر میکنید ضرورت داره با موافقت کامل همسرتون و با رعایت شرف و حیثیت مردی که باش بیرون میرن به نظر من باید پرسید و در موردش دانست. خیلی ممنون، متشکرم از لطف شما. استدام.